نشست وارسا که در ماه جولای سال 2016 میلادی برگزار شد و پرسش‌های بسیاری که درباره آینده نیروهای امنیتی افغانستان مطرح بودند، پاسخ مثبت و قناعت بخش داد. اول تقاضای ایست که نهادهای امنیتی و دفاعی ما همه قانونمند و در استعمال منابع مؤثر و شفاف شد. فضای عمومی باور سر اردوی افغانستان به وجود آمده، پیغام هم مردم ما هم جامعه جهانی است که پلیس ما به اصلاحات گسترده ضرورت داره و این اصلاحات گسترده را ما انجام میدیم. کشورها مقدار کمک هایی را که در سالهای آینده میکردن مشخص ساختن که در حالی که افغانستان هم تعهد داره که بخشی از مصارف نیروهای امنیتی را از بودجه داخلی و از عواید داخلی خود تمویل کنه و امیدوار هستیم که روز تا روز ما بتانیم که مسئولیت تمویل نیروهای امنیتی خود از منابع داخلی خود داشته باشه. در قطعنامه پایانی نشست وارسا، حکومت افغانستان نیز به عملی ساختن برنامه‌هایی چون تقویت نهادهای امنیتی و دفاعی، افزایش منابع مالی و درآمدها، پیشرفت اقتصادی، افزایش نقش زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی، جلوگیری از سربازگیری از کودکان، به میان آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد و نیز شفافیت و حسابدهی از مصرف کمک‌های جهان متعهد شد. تمام بودجه‌ای که به وزارت دفاع سپرده میشه باید با کمال شفافیت انجام شود. مدیریت جنگ در اردوی ملی باید به قسمی باشه که ما در برابر دشمن از انیسیاتیف استفاده بکنیم که دشمن را به شکست مواجه بسازیم. بعد از نشست وارسا متحدین ما کاملا تعهد دارن که با پلیس بیشتر همکاری شود. از نقطه نظر تجهیزات ما در یک مرحله نو دیگه آغاز قرار داریم که اسلحه پلیس افغانستان نو میشه، جدید میشه و ما از اسلحه ناتو برخوردار خواهیم بود پلیس ما. و اما آیا کابل توانست در اوضاع نابسامان امنیتی کشور در سال 2016 از دستاوردهای نشست وارسا سود ببرد و این وضع را دگرگون سازد؟ تا حال نتایج محسوس از او دیده نشده، به خاطر از اینکه مخالفین به قدرت خود هست، جنگ در افغانستان دوام داره، در ولایت مختلف جنگ است. با ما اینها نهادهای امنیتی میگویند که گسترش حاکمیت دولتی در کشور از هدفهای اصلی آنان در سال 2016 بوده است و این برنامه در سال نو میلادی هم دنبال خواهد شد. در یک سال اخیر نیروهای دولتی در پرداختن به این کار روزها و شبهای سختی را سپری کردند و به نظر می رسد که آن ماجراها در 2017 نیز تکرار شوند.